من از اون زمان یادم میاد. خب بفرمایید دکتر چه کردیم با این کتاب که اینقدر محتشم شده است؟ حالا محتشم که 100 صفحه اضافه نکردیم، حدود 80 و اندی صفحه اضافه کردیم که از این 80 و اندی الان خدمتتون عرض میکنم حدود 60-70 صفحه گزیده است از این اسنادی که در کتاب مورد استفاده قرار گرفته، و بعد 30 صفحه آخرش تصاویری است از شاه، رضا شاه، خانواده سلطنتی، همسران شاه در مقاطع مختلف. در واقع هر کسی که در کتاب بهش اشاره شده یا هر تصویری در کتاب بهش اشاره شده، سعی کردیم مهمترین اونها رو اینجا بیاریم، و این همین 80 اندی به قول شما کتاب رو محتشمتر کرده، پرسفیتر کرده. عنوانش کماکان همون نگاهی به شاه، جلدش همونه، فقط روش نوشته که چاپ دوم. و در اسناد هم سعی کردم که از هر مقوله اسنادی که مورد استفاده قرار گرفته یکی دو تاش مهمترینش رو، جالبترینش رو ترجمه کنیم و بذاریم اینجا. مثلا معذرت میخوام، این از طرف ناشری که میخواد بگه خیلی ببخشید، واقعا شرمنده است. پول شدم نمیتونم خفش کنم. مثلا یه نمونه ای از کارهای این به زبان فرانسه است، از مقالاتی است که شاه در زبان دانش آموزی در مدرسه لاروزه نوشته. من مقدار زیادی از اینها رو دارم، یعنی هر چی که شاه نوشته در اونجا دارم، ولی دو تا مقالش رو، نمونش رو اینجا آوردم. بعد یک سند هست مثلا از مضمون دیدار قوام السلطنه با سفیر سفارت انگلیس در زمانی که داره به اونها میگه که، با اونها دیدار میکنه و میگه که اگر من کمک بکنید نخست وزیر بشم، به حل مسئله نفت همراهی و همدلی خواهم کرد. به کی میگه؟ سفیر انگلیس. و دیگران هم البته میرفتن با سفیر انگلیس و یا سفیر آمریکا ملاقات میکردن. یه سند دیگه هست که دوباره کل سند رو اینجا آوردم، دیداری است از تیمسار بختیار با سفارت انگلیس که از اونها میخواد که این در 1970 فکر میکنم، بله آوریل 70، از اونها میخواد که بهش کمک بکنن که به ایران برگرده، و اونها میگن به هیچ وجه حاضر به این کار نیستن. یه سند از 1957، این نامه است از طرف سفیر وقت آمریکا به مزد هم از طرف وزیر امور خارجه آمریکا در اون زمان آقای دالاس به آقای چیپن که سفیر آمریکا در ایران بوده. مضمون نامه اینه که تو خواسته بودی که استعفا بدی، ما ازت میخواییم که استعفا نده، و بعد از شاه خیلی انتقاد میکنه در نامه. بعد معلوم میشه که نامه به اقرب احتمال جعلیه. هنوز معلوم نیست که واقعا کی نامه رو جعل کرده، ولی شاه بسیار عصبانی میشه. و بعد مضمون این نامه رو نخست وزیر ترکیه یه جوری تکرار میکنه در یه مصاحبه‌ای که بر عصبانیت شاه اضافه میکنه. ولی اینکه مقاله دقیقاً در زمان، یعنی نامه در زمانی پخش میشه که بیش و کم همزمان با کودتای ناکام قرنیه، خیلی جالب و پیچیده ترش میکنه. یه سند بعدی در مورد در واقع دوباره ممکنه اون هم جعلی باشه، در مورد روابط شاه هست با روحانیون، و در مورد این
که چگونه بایستی با این برخورد کرد. یه سند خیلی جالبی هست که آوردم اینجا، 1957 تیمسار بختیار با نماینده ای از سفارت انگلیس صحبت میکنه و در مورد چندوچون شکنجه در ایران در اون زمان راجب خرس هم صحبت میکنه. همونجا راجب خرس هم صحبت میکنه، بله. میگه شما حتما شنیدید که میگن ما از خرس استفاده میکنیم، این دروغ، ما فقط در یه مورد استفاده کردیم که در اون موردم وارد زندان نشد، همون بیرون که آوردیم اونقدر ترسید که خرسه ترسید، زندانیه ترسید، زندانیه. و میگه دلیلی هم که زندانیه از خرس در موردش استفاده کردیم این است که گفته بود دربار شاه باغ وحشه، ما برای اینکه تعدیبش بکنیم خرس آوردیم. یه سند بسیار جالبی دوباره هست در مورد تیمور بختیار و اینکه دولت ایران فکر میکنه که انگلیس هم با صدام رابطه داره و هم از بختیار حمایت میکنه. یک گزارش دیگه هست از سفارت آمریکا در مورد اون ماجرای اون کلوب کیتکات بود که رفتن پلیس گرفته بود یه دیر و سرشون رو تراشیده بودن. بله بله. و این گزارش سفارت آمریکاست و اینکه چطور به شاه خبر میرسه، چطور ملکه خبردار میشه، ملکه خیلی عصبانی میشه چون سر زندرودی رو تو خیابون گرفته بودن، موی اونم بریده بودن، موی بلندشو. زمان کدام آقای دکتر؟ زمان کدام رئیس شهربانی بوده؟ موثق؟ موثق بود، بله. دقیقا. بعد یک سند بسیار جالبی است 1974 که در وزارت به وزارت امور خارجه انگلیس نوشته شده، ژوئیه 1974، میگه که در ایران چه اتفاقی خواهد افتاد اگر شاه نباشه. یعنی فرضش اینه که شما به ما بگید اگر شاه در ایران نباشه چه اتفاقی در ایران میفته. پیش بینیش درست حالا بیش و کم این اتفاقاتی که میفته خیلی متفاوت از اتفاقاتی که افتاد نیست، ولی در پایانش خیلی با قاطعیت میگه که شاه میمونه، شاه خیلی وضعش مستحکمه، هیچ وقت به اندازه الان 1974 وضعش مستحکم نبوده در ایران. یعنی من حتما میدونم ادهی گمان بر این خواهم کرد که این نشون میده که از 1974 داشتن برنامه ریزی میکردن، ممکن هم اینطور باشه، من نمیدونم، ولی سند مضمون سند از اون یک کمی از اون چیز پیچیده تره. بعد 25 صفحه 20 چند صفحه آخرش همه اسناد مربوط به کنفرانس گادلوبه، اینا اسناد همین چند سال پیش از طبقه بندیشون تغییر پیدا کرده و میشه دسترسی پیدا کرد، من اینها رو همه رو کپی کردم. آیا تو معلوم شده که در اون کنفرانس کی پیشنهاد برکناری شاه رو کرده؟ همه مضامینی که هست، همه صحبت‌ها رو اینجا بازگو نکردم، ولی همه اسنادی که از اون کنفرانس در اومده من سعی کردم نگاه بکنم. اصلا آغاز کنفرانس میدونید از اکتبر سال قبله و برخلاف تصور رایجی که میگن اینو کارتر تشکیل داد برای اینکه شاه رو از ایران بیرون بکنه، باعث بانی کنفرانس فرانسوی ها هستن، جیسکار دستن، جیسکار بوده، بله. جیسکار بوده، دعوت رو از اون زمان میکنن و شما در از روز اول میشه تو مینوتای این جلسات دید که برنامه شون چیه. برنامه عمده شون روسیه و چین و ژاپنه. گهگاه در این مینوت هایی که دارن تهیه میکنن در مثلا از سه ماه قبل ایران هم مذکوره. یعنی اینکه گوادلوپ برای تعیین تکلیف ایران تعیین شد، تشکیل شد،
به گمان من بر اساس این اسناد قابل مسئله قابل دفاع نیست. قطعا تا وقتی که تشکیل شد مسئله ایران مسئله خیلی مهمی بود و اونجا بحث میشه و اونجا هم دوباره میشه دید که خیلی امید داشتن که شاید راه حل بختیار راه حل موندگاری باشه. امیدشون در حداقل روز اول کاملا به این هست که روز اول دوم به این هست که راه حل بختیار بمونه. ولی به هر حال میشه دید که مضمون مذاکرات چی بوده و به هر حال بعضی از جاهاش، البته من اونجا رو هم آوردم که کسانی که مراجعه میکنم ببینن این سندها چجوریه، تیکه هایش هست که کاملا سیاه شده و نمیشه اصلا دید. من نمیدونم شما میتونید این رو ببینید، مثلا تو این صفحه نگاه بکنید تقریبا نصف صفحه از هر طرف بلک پاکه، اونجا رو پاک کردن و کنارش هم نوشتن که وزارت امور خارجه تصمیم گرفته که این صلاح نیست. بعدم عکسایی است از دوران ولایت عهدی شاه تا دوران ترک ایران، عکسایی گفتم بیشتر در کتاب. آقای دکتر میلانی، من نمیدونم خواندم یا شنیدم که علت این که ژیسکار دستان، یعنی علت اصلی که رأی داده به برکناری شاه در اون کنفرانس یا در هر جای دیگر، این بوده است که یک بار برای بازدید دیدار از شاه میره سوئیس در همون خانه کلبه ویژه شاه و شاه به مدت یک دو ساعت او رو در اتاق انتظار نگه میداره. برای اونم بر خودش رئیس جمهور فرانسه از یک کشور با سابقه تمدن. میگویند دلیلش این بوده. شما هیچ؟ والا من خیلی بعید میدونم. منم البته در این که یه چنین تجربه بوده به نظر میاد که درسته، برای این که علم هم در خاطراتش به این اشاره میکنه که یه مدتی رؤسای جمهور رو علی‌حضرت منتظر نگه میداره، بخشی از احساس قدرت و شوکت جدیدش بود شاه دیگه. علم هی به شاه میگه که شما دیگه الان با هر کسی نباید ملاقات بکنید، با هر کسی وقت ملاقات ندید، از این صحبت‌های اینجوری زیاد هست. ولی من فکر میکنم دلیلی که حداقل تا اونجایی که من تو اسناد دیدم دلیلی که برای من کمی قانع کننده تره اینه که ژیسکار دستان رئیس در واقع ساواک فرانسه رو کنت مارانش رو میفرسته ایران که با شاه دیدار بکنه. دوست شاه بوده مثل این که اون؟ بله دوست شاه بوده. دوست شاه بوده، از مدت‌ها قبل شاه رو میشناخته، در ایران ارتباطات گسترده داشته، میاد به دیدار شاه و وقتی که برمیگرده تو خاطرات خودش نوشته به این نتیجه میرسه که شاه از لحاظ روانی دیگه توان اداره مملکت رو نداره. میگه که شاه حتی به چشم من نمیتونست نگاه بکنه، خیلی از مدتی که با من صحبت میکرد به قالی داشت نگاه میکرد. فکر میکنم میگه که یکی از اینا سالا تقریبا مطمئنم مارانش میگه که تو با اینکه شب بود شا با عینک دودی به جلسه ما اومد و ژیسکار دستان در جوابش میگه که پس او لوی 16 همه لوی 16 هم یا 18 هم لوی 16 هم خیلی 16 همه. حالا شاید دوباره حالا شما میگید چون تاریخ فرانسه رو حتما خیلی بهتر از من میدونید. نه خواهش من. من تو کتاب شما خوندم. همون که تو کتاب ننوشتم اونو یادم اونو الان یادم نیست. اون میدونید من این کلن این حرفو که سیاست های کشورهایی مثل فرانسه، انگلستان، آمریکا، آلمان، کشورهایی که به هر حال قدرت‌های بزرگ هستن، کشورهایی که به هر حال نوعی دموکراسی در اونها هست، کشورهایی که منافع اقتصادی گسترده دارن، یک طبقه سرمایه‌دار پرنفوذ دارن، اینها سیاست‌هاشون رو به خاطر یک چپ نگاه کردن یه نفر یا یک انتظار تعیین نمی‌کنن. سیاست‌ها رو یه مقداری با دید طولانی‌تر
و البته با دید منافع خودشون، ولی با دید طولانی تر نگاه میکنن. من بعید میدونم جیسکار استن به لحاظ انتظار، حتما دلخور بوده. و میدونید از یه بابتی حتما جمع این تجربیاتی که آمریکایی‌ها داشتن، بعضی از انگلیسی‌ها داشتن، بعضی از فرانسوی‌ها داشتن، با شاه چه تجربیات مثبت چه تجربیات منفی، چه اونجایی که شاه محکم جلوشون وایساده بود از موضع ناسیونالیستی مثل قضیه نفت، خب دلخور بودن از شاه. در قضیه اتمی خب شاه واقعا محکم جلوی آمریکایی‌ها وایساده بود. الان بحث اتمی خیلی داغه، ولی شاه در اون موقع این همین حرفایی که الان آقایون میزنن و خیلی هم ازش خوشحالن و خوشحالن باید باشن که ما شهروند درجه دو نمیخوایم بشیم، ما هیچ استثنایی بر MPT نمیپذیریم، شاه در مذاکراتش با آمریکایی‌ها محکم اینا رو میگفت. به نامه‌ای که به نیکسون مینویسه با کیسینجر و با نیکسون به خصوص رابطه خیلی نزدیکی شاه داشت، ولی به هر حال اون ایستادن ها و اون میدونید بعضی تحقیرهایی که ممکن بود میشد، مثل همین که شما بهش اشاره کردید، شاید اونا در پس زمینه اینها کمک میکنه که وقتی تصمیم گرفتن که آیا مثلا یه مدت دیگری به شاه کمک برسونن یا نه تعلل بکنن. ولی اینکه نگاه استراتژیکشون بر اساس اینه که حالا شاه من رو معطل نگه داشته، سیاستش رو عوض کنم، آیت الله خمینی رو بیارم کمک کنیم بیاریم سر کار، من خیلی بعید میدونم. نه جیسکار که استیتسمن بوده از این فکرها نمی کرده. بله به قول شما نگاهش طولانی بوده. بله من فکر می‌کنم واقعا همه اینا مثلا می‌دونید سیستم اجازه نمیده، برای اینکه سیستم سیاست خارجی فرانسه مثل سیاست خارجی دولت استبدادی که نیست یه نفر بگه من موزم اینه، من خط قرمزم اینه، هیچ کسی دیگه حق حرف زدن نداره. اینجا یه مجلسی هست، یه نخست وزیری هست، یه شورای منافع سیاست خارجی هست، اونها دست به دست هم میدن و سیاست رو تعیین میکنن. آقای دکتر در خلال سخنانتون واژه شوکت رو به کار بردید، یادم افتاد از کتاب آقای حمید شوکت درباره زندگانی و روزگار بختیار زیر عنوان به نظرم پرش در ظلمت. خوندین؟ نه متاسفانه هنوز نخوندم. ولی شنیدم کتاب بسیار جالبیه. واقعا؟ ولی خودم نخوندم. خب آقای دکتر بفرمایید در ادامه در مورد کتابتون. همین یعنی تغییری که در کتاب داده شده، یک این حدود 80 و اندی صفحه اضافه است و بعد یه مقداری اصلاحاتی است که در متن. اتفاقا همینه می‌خواستم بپرسم، چون خیلی ها در این مدتی چند سال من شنیده بودم مثلا یه ایرادای تاریخی و اینا می‌گرفتن، اسم قوام سلطنه در لیست شخصیت ها نیومده از این حرفا. بله خیلی از دوستان پس درست شده اونا و همه، یعنی واقعا من یه پرونده نگه داشتم از همه نامه هایی که دوستان نوشتن یا تلفن یا ایمیل، هر کدوم مثلا تذکری میدادن، بعضیا چندین بار مثلا یه کلمه در طول کتاب غلط ثبت شده بود، چندین نفر متذکر شدن که مثلا مستحضر غلط ذکر شده یا قوام یه جا اسمش اشتباه اومده با قوام شیرازی اشتباه شده، گاهی تغییرهای تاریخ اشتباهات جزئی داشت. همه اینها جاهایی که اشتباهات تایپیه و اشتباهات در واقع لغزش های نسخه خونیه، اونها رو من هم اصلاح کردم و ذکری دیگه در کتاب نکردم که اصلاح شده. ولی جاهایی که من اشتباهات تاریخی کرده بودم و دوستان ذکر کردن، اونها رو اصلاح کردم و در زیرنویس توضیح دادم که من در متن اصلی در روایت اولیه این اشتباه رو کرده بودم، این توضیح رو دادم و تقریبا
تمام کسانی که این نامه ها رو نوشتن، واقعا بعضی از دوستان چون نخواستن اسامیشون من در کتاب بیارم اینجا هم نمیارم، ولی واقعا بعضی دوستان اهل کتاب، بعضی اهل سیاست، اهل قلم، اهل روزنامه مطالب بسیار مفصلی برای من نوشتن و مثل یک واقعا همکار همدل تمام غلط‌های تایپی کتاب رو متذکر شدم و منو شرمنده کردم. واقعا از ایران ملت کتاب رو میخوندن. من همه اینا رو جمع کردم، اون اصلاحات رو در حد بضاعتم. حالا آقای دکتر فکر میکنین که برادران قاچاقچی هم در چاپ جدید از این کتاب اینا رو رعایت کنن؟ ولی اونا چاپ عین همین کتاب رو برمیدارن آفست میکنن دیگه. عجب، قاچاقچی زحمتی به خودشون به غیر از چاپ کتاب و جمع‌آوری پول نمی کنن، زحمتی اونا غیر از این متقبل نمی شن. و چون مثل چاپ اول ما این رو برای داخل ایران مجانی رو سایت گذاشتیم، اونها حتما تشویق خواهند شد که چاپ جدید رو هم با این تصاویر و با این اسناد شاید چاپ کنن. خواهیم دید. آقای دکتر حالا یه سوالی من دارم که مرتبط میشه با کتاب شما. یکی از نمایندگان به نام سید علی طاهری سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در گفتگو با جمعی از خبرنگاران کشور در خصوص ویدئوی منسوب به مرحوم منتظری که به ثمر رسیدن انقلاب را مرهون خدمات جیمی کارتر دانسته اظهار داشت. اجازه بدید من خط رو گم کردم. این ویدئویی که رسانه‌های اجتماعی از مرحوم منتظری پخش شده جعلی و کار ضد انقلاب برای مخدوش ساختن چهره روحانیت است. ملاقات‌های محرمانه آیت الله خمینی در فرانسه، مسئله که شما اولین بار مطرح کردید، با CIA اینتلیجنس سرویس و BBC به فرمان حضرت مهدی صورت می گرفت. یعنی حضرت مهدی به ایشون دستور می دهند. بعضی هم می گن آقای دکتر دو تا حضرت مهدی هست، یکی مذکره یکی مؤنث، برای اینکه در جمکران دو تا چاه گذاشتن برای ارسال نامه حاجت، حاجت نامه، یکی مال زناست یکی مال مردا. بله. حالا من نمیدونم، برای میدونم که ادعا میکنن که من حتی یادم میاد که یه جایی خوندم که یکی از یه شخصی که در واقع هم مستخدم آیت الله خمینی بوده در سالهای طولانی، اون نقل میکرد که آیت الله خمینی گاهی نماز شب میخوند، ظاهرا خیلی به نماز شب معتقد بودن ایشون، و این شخص ادعا میکرد که گاهی که ایشون بلند میشدن برای نماز شب در اتاق یک نور عجیب غریبی ظاهر میشد و بعد ما میفهمیدیم که این نور نور حضرت مهدی، مال حضرت مهدی. و یعنی این نوع، بعدم میدونید در حتی در یک سخنرانی دیگری یکی از این نمایندگان مجلس آقای حجازی بود فکر کنم، بله بله، گفت که شما ما میدونیم شما کی هستین، شما میدونید ما کی هستیم، چرا نمیگید. و خب میدونید این نوع حرفا رو میزنن و هر روز به نظر من باز بیشتر زدن این نوع حرفا اصلا از قداست این مفاهیم کم میکنه. وقتی شما تبدیل میکنید جنگکران رو به یک مرکز توریستی و بعد مثلا همین داستانهای اینجوری در میارید که اقتصاد رو آقای احمدی نژاد میگفت اقتصاد ایران رو در دوران او حضرت امام زمان مدیریت میکنه. خب وقتی که اقتصاد رو یارانه ها رو میگفت این پول حضرت امامه،
خرج نکنید. میدید وقتی شما اقتصاد رو با 800-700 خورده میلیارد دلار دل می نشونید و بعد امام زمان رو مسئول ادارش میکنید، خب تالیش در جامعه همین فضایی میشه که الان ایجاد شده و این شک و تردید در مقابل بسیاری از این حرف هاست. آیده شو بفرمید که در ارتباط با روابطی که خمینی با نمایندگان کارتر داشته دقیقا در کتاب چه نوشتین که اینا اینجوری آوردن؟ والا میدونید اینا خب کلن به دو نکته این بعضی از این آقایون معترضن دیگه، یعنی در حملاتی که با اینکه کتاب رو بهش در ایران اجازه چاپ ندادن ولی حمله بهش زیاد کردن، چون به هر حال میدونم خواننده زیاد داشته و خود برادران قاچاقچی هم چاپش کردن و میدونن چقدر فروش رفته دیگه. یکی از ایرادهای عمده‌ای که به کتاب گرفتن اینه که همین میگن من در کتاب سعی کردم نشون بدم که هم سیاست‌های شاه و هم سیاست‌های آمریکا کمک کرده به اینکه روحانیت سر کار بیان. سیاست‌های شاه به این لحاظ که مذهب رو در مقابل چپ و در مقابل دکتر مصدق تقویت می‌کرد و تنها نیروی سیاسی که در دوران شاه اجازه فعالیت آزادانه داشت، اجازه مسجد سازی داشت، اجازه حسینیه سازی داشت، اجازه تشکیل مدرسه داشت، کدوم نیروی چپ دیگری یه چیزی مثل مدرسه رفاه داشت؟ کدوم نیروی چپ دیگری امکان جمع‌آوری کمک مالی اونچنان که نیروهای مذهبی داشتن؟ بدون شک نیروهای مذهبی رادیکال مثل خود آیت الله خمینی، مثل آقای رفسنجانی، مثل آقای منتظری، مثل آقای طالقانی، مثل آقای خامنه، اینها گاهی در زندان بودن، چون شافه میکرد اگر اینا رو منفرد بکنه بدنه کلی روحانیت طرفدارش هستن. این از یه طرف. از یه طرف دیگه وقتی که رژیم شاه به بحران رفت و آمریکایی‌ها به این نتیجه رسیدن و انگلیس‌ها پیش و کم همزمان به این نتیجه رسیدن که شاه نمیتونه بمونه، خیلی سریع در صدد بر اومدن که یک آلترناتیوی پیدا بکنن و آلترناتیوی که به نظرشون رسید همین آلترناتیو روحانیت بود. و تو این قضیه وجود این شبکه گسترده اونها رو متقاعد کرد. علاوه بعضی از حرفایی که روشنفکرای غیر مذهبی به سفارت آمریکا می‌زدن، بعضی از روشنفکرای مذهبی معتدل به سفارت آمریکا یا به نمایندگان آمریکا در آمریکا می‌زدن، آیت الله خمینی معتدل، آیت الله خمینی یه نوع دموکراسی ایجاد خواهد کرد، اونها بیشتر و بیشتر آمریکایی‌ها رو متقاعد کرد که بدیل مناسب برای ایران که بتونه جلوی کمونیسم رو بگیره، جلوی شوروی رو بگیره، نفت رو صادر بکنه، مملکت رو یه پارچه نگه داره، روحانیت. به همین خاطر ارتش رو عملا خونسا کردن، به همین خاطر به شاه فشار آوردن بعد از نوامبر، در واقع بعد از دسامبر به خصوص، که زودتر ایران رو ترک بکنه، که این گذار به این دولت، دولتی که در این حال بر اساس وعده و وعیدهایی که آیت الله خمینی در پاریس داده بود قرار بود یه دولت معتدل باشه، به همین خاطر هم است که بازرگان رو آوردن. یعنی تصادفی نیست که بازرگان رو به عنوان اولین دولت انتخاب کردن و 3-4 تا جبهه ملی هم اون تو بودن. آمریکایی‌ها در صدد بودن که یه دولت معتدل با پشتبانه سیاسی و توده‌ای روحانیت سر کار بیاد و فکر میکردن که این راه گذار رو هموار خواهد کرد. خب دیدیم که آیت الله خمینی به وعدهشون وفا نکردن، در اولین فرصت بازرگان رو کنار گذاشتن، جبهه ملی رو خیلی زودتر از اون کنار گذاشتن و آمریکایی ها هم طبعا همون رفتاری رو کردن که دیدیم. آقای دکتر میلانی، اون پرسش نامه‌ای که آمریکایی ها برای خمینی ارسال کردن و او پر کرد و فرستاد، این سندش هست؟ این خود پرسشنامه رو من هرگز پیدا نکردم، ولی نامه‌ای هست از کسی که پرسشنامه رو دیده
و داره به موافقش میگه که تو این چیه، میگه که اون چی که من دیدم در این حاکی از این است که نظامی که آیت الله خمینی ایجاد خواهد کرد چیزی در مقوله همون نظامی است که در الجزیره اومده، یک نوع ناسیونالیزم مذهبی است ولی بیشتر ناسیونالیستی است تا مذهبی، و خیلی یعنی هنوز مفهوم حکومت اسلامی، یعنی آمریکایی‌ها به هر حال خیلی فقط تنها اونا نبودن که پرت بودن از مرحله، روشنفکرای ایران هم پرت بودن، چند نفر از روشنفکرها، حالا بعضیا بودن که متوجه بودن که شاید این قضیه انگشت شماری واقعا. آقای داریوش شایگان یادتونه ایشون در نوبل ابسرواتور گفت که خمینی گاندی زمانه. من اونو نخوندم ولی به هر حال آقای شایگان در آسیا در برابر غرب میدونی یک نگاه خیلی رمانتیکی در مقابل این جریان و در ضدیت با اون چی که مدرنیته تلقی میکردن داره ایجاد کردن. میدونی باید برگشت و اون زمان رو، این زمان 10 سال و 15 سال قبل از انقلاب رو، تاریخ فکریش رو به گمان من باید بازندیشی کرد و تمام این جریان‌هایی رو که چه از روحانیت یک نیروی صرفاً ضد امپریالیسم می‌ساخت، اونچنان که چپیا می‌ساختن، می‌خواستن بسازن یا مجاهدین می‌خواستن بسازن، چه اونهایی که روحانیت رو پرچمدار مبارزه ضد استعماری تاریخ ایران می‌دونستن چون آل احمد، چه اونها که مثل فردید یا مثل شایگان یا مثل آل احمد یک نقدی از مدرنیزاسیون و نقدی از تجدد میکردن، ممکنه بسیاری از نکات نقدشون نکات درستی باشه ولی وقتی در کنار بقیه جریانات قرار میگیره میبینیم که راه رو برای تجدد موجود در ایران دشوار میکنه، با اینکه خیلی از اینها هیچ انعادی با شاه نداشتن، فردی که با رژیم شاه، با اینکه بعدها شد مداح رژیم خمینی، فردید مداح رژیم شاه بود، فردید تئوریسین حزب رستاخیز بود، یا آقای شایگان به هر حال عناد ویژه‌ای با سلطنت نداشتن، ولی اون نوع صاف کردن جاده یه نوع محتاج به گمان من یه بازندیشی است. باید تاریخ روشن فکری ایران رو بازندیشی کرد. من یادم میاد یه چند ماه پیش ما یه سخنرانی داشتیم در استنفورد و بعضی از شعرهایی که در دهه 70 مسیحی بعضی از شعرها در نقد دوران شاه نوشتن خونده شد و شگفت‌انگیز بود. یعنی می‌دونید نگاه روشنفکر را به دوران شاه این بود که هیچ نقطه روشنی درش نیست. دوران شاه ایراد خیلی داشت ولی روشنفکر حاضر نبودن که حتی یک جنبه مثبت درش ببینن. خود رژیم شاه هم میگم واقعا با تاریخ رو دوباره، تاریخ فکری شد دوباره چیز کرد، وقتی که آقای ثابتی در خاطراتش میگه که کسی مثل او که ساواک رو عملا میچرخون، میگه من حق نداشتم انتقادهایی رو که از رژیم داشتم علنی بگم، نه اون حق داشت نه چپی ها حق داشتن. بعد تو این وسط یه عده‌ای می آمدن و جاده رو اینجوری صاف می کردن، یه عده‌ای می آمدن مثل آقای نصر که هم با دربار رابطه نزدیکی داشت و هم ابن سینا رو عرب خوانده. ولی حالا اون من اونو خیلی نکات جالبی در نوشته هایشون هست، ولی این که شما میایید درست در یعنی مشاور فرهنگی رئیس دفتر ملکه ای که تمام کارش نوسازی فرهنگیه، مدرنیته فرهنگیه،
رئیس دفترش کسیه که با اصلا تجدد فرهنگی عناد داره و فکر میکنه که همه اینا کذبه، فکر میکنه که راه نجات ایران بازگشت به نوعی معنویته. یعنی اینها رو باید یه جوری یه دفعه آدم کنار هم بذاره و اون وقت معلوم میشه که اینا رو که کنار هم میذارید خیلی عجیب نیست اون چی که بر سر ما آمد و این اجزا تحولی خیلی متفاوت قاعدتا دشوار میبود. آقای دکتر، من حالا خودستایی میشه ولی تصور میکنم در اون 22 سالی که در رادیو صدای ایران بودم هر شب 2 ساعت برنامه، حدود فکر میکنم 2000-3000 تا مصاحبه کردم که حالا کجاست و چگونه است یادم نیست، یه مقدار زیادی با خود شما یادتونه، دوتا صندوق مانند بله. توسط یک از دوستان براتون فرستادم، نوارهای شما بود، نوارهای مصاحبتون بله. بر صورت یکی از کسانی که من خیلی باش مصاحبه کردم و بسیاری مخالف بودن با این مصاحبه ها، مصاحبه با یزدی بود، آقای یزدی معروف بله. حضورتون عرض کنم که یزدی آقای دکتر بعد از انقلاب، تقریبا 2-3 ماه بعد از انقلاب، تو روزنامه اطلاعات تهران مصاحبه کرد و گفت که آمریکایی ها در میان گروه های ضد رژیم شاه گشتن و ما را انتخاب کردن، ما را پسندیدن. این همون چیزیست که به هر حال در کتاب شما هم به نحوی مطرح میشه، اصلا غیر چیز نیست. یعنی منطقه ببینید، میگم آمریکایی ها و انگلیس ها دنبال این بودن وقتی که به این نتیجه رسیدن که شاه نمیتونه بمونه، دنبال این بودن که یک رژیمی بیارن که این خصوصیات رو داشته باشه، نفت رو بفروشه، شوروی رو بتونه در مقابلش وایسه، چپ رو در مقابلش وایسه و ایران رو یک پارچه نگه داره. خب نیروی دیگری در صحنه پیدا نکردن و دلیلی که نیروی دیگه پیدا نکردن، دوباره میشه گفت همش تقصیر انگلیس‌ها و آمریکایی هست، ولی یه دلیلی که پیدا نکردن اینه که تو دوران 25 سال آخر سلطنت شاه که قدر قدرتی بیشتری داشت، عملاً به هیچ نیرویی، حتی نیروهای طرفدار خودش، اجازه فعالیت آزادانه نمیداد. وقتی که لاجوردی در سنا میگه که ما از رهبری اعلیحضرت خیلی خوشحالیم، خیلی متشکریم، ولی اینجوری نمیشه مملکت رو اداره کرد و خب بعد بهش ایراد با همین زبان میگه آقای دکتر، بله با همین لحن، دقیقاً با همین لحن میگه که تو میره، من اینو در کتاب اتفاقا آوردم، بخش مهمی از سخنرانیش رو عینش رو نقد کردم، میگه اگر ما قرار سرمایه گذاری دراز مدت در ایران بکنیم، سیاست دراز مدت احتیاج داریم. ما باید بدونیم که در 10 سال آینده چی میشه. اینکه یه شبه سیاست تغییر بکنه برای ما قابل انجام نیست. خیلی سخنرانی مهمیه. بله. یعنی وقتی که رژیم به بحران رفت، میدونید یه سوال این است که خب شاه مریض بود، نمیتونست تصمیم بگیره. چرا صاحبان سرمایه ایران هیچ کاری عملا برای حفظ وجود نکردن؟ در این که نکردن که امکان فعالیت آزادانه نداشتن، یه انجمن حرفه‌ای آزادانه نداشتن. وقتی که تلاش کردن به جنبن، رضایی سعی کرد به جنب، خواهر شاه سعی کرد اونها رو به تحرک وا بداره، دیر شده بودیم. خیلی ممنونم آقای دکتر، اجازه بدید من تا در حضور شما 2-3 کلمه درباره کتابم 120 روایت بگویم، چون به حال هستن هنوز هم میهنانی که سراغش میگیرن. 120 روایت تقریبا در 650 صفحه است، تجربه های سیاسی است، مکتب های سیاسی، قیام های مردمی در برابر رژیم، فرهنگ و هنر در ایران چه سرنوشتی پیدا کردن، چندین مصاحبه با شخصیت های هنری و فرهنگی و سیاسی و چندین برداشت سیاسی. 120 روایت برای دریافت این کتاب به 310-207-1969 می توانید مراجعه کنید.
خیلی ممنونم. اضافه بکنم که من انقدر واقعا از این کتاب خوشم میاد و فهم میکنم یکی از مجموعه های بسیار بسیار زیبا و های بسیار گیراست. ما یه تعدادیش رو تونستیم پیدا کنیم و در دانشگاه داریم و مهمان های فارسی زبانمون که میان به همه یکی هدیه میدیم و همه خیلی خوشحال هستن که یه چنین کتاب منیعی در بقول شما محتشمی هدیه اینها. ممنونم آقای دکتر ازتون، دستتون درد نکنه. موفق باشید آقای دکتر تا شنبه آینده با اجازتون ساعت 1 بعد از ظهر. شب و روزتون خوش.